شما بینندگان عزیز و با سلام به شما علی جوادی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. متشکرم، به شما و به بینندگان عزیز سلام میکنم. برنامه تلویزیونی برای یک دنیای بهتر این هفته رو ما به اختصاص دادیم به اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، اعتصابی که همه نظرها در سراسر کشور به اون دوخته شده و حتی در خارج از کشور. اعتصاب سراسری رانندگان گسترش پیدا میکنه هر روز و بیش از 320 شهر رسیده رانندگان اعتصابی با شعارهایی از قبیل گول وعده های دروغین رو نمیخوریم، محکم ایستاده ایم و اعتصاب تا رسیدن به خواستهایمان ادامه دارد بر ادامه اعتصابشون تاکید میکنند. از طرف دیگه ما با دستگیری های برخی از رانندگان اعتصابی روبرو هستیم و مطابق گزارش هایی که تا الان منتشر شده حدود 240 نفر راننده اعتصابی بازداشت شدند. رانندگان به خاطر اینکه مشکل اقتصادی مانعی بر سر گسترش اعتصابشون به وجود نیاره، صندوق اعتصاب رو تشکیل دادن و این رو مطرح کردن که نمیذاریم که فشار اقتصادی مانعی بشه که اعتصابون بهش لطمه‌ای وارد بشه. از طرف دیگه یکی از دستاوردهای رانندگان شورای هماهنگی اعتصاب است که شکل گرفته. در برنامه امروز ما در ارتباط با اعتصاب سراسری رانندگان فوکوس میکنیم و در همین ارتباط نظرات علی جوادی رو جویا میشیم. علی جوادی، اولین سوالی که مطرحه اینه که زمینه‌های اعتراضات رانندگان کامیون چی بوده و چی شده که ما با همچین اعتراضاتی اونم تو همچین وسعتی در سراسر جامعه روبرو هستیم و خواستای رانندگان چیه؟ ببینید، رانندگان زمینه‌های اصلی اعتراض خودشون رو مطرح کردن. خطاب به معلمان، خطاب به کارگران، خطاب به دانشجویان، گفتن که درد ما درد شماست، درد رانندگان معترض، درد اکثریت عظیم توده زحمتکش در جامعه هست که در مواجهه با فقر و فلاکت، در مواجهه با استبداد مذهبی، در مواجهه با بیحقوقی، نابرابری، تبعیض، ستم اجتماعی و سیاسی اعتراض کردند و دست به اعتراض زدند. مطالبات اقتصادی روشنی دارند در رابطه با اینکه بتونن به اصطلاح قطعات یدکی یا لاستیک های چرخ خودشون رو با قیمت مناسب تهیه کنن که بتونن به زندگی ادامه بدن، یا بتونن وسایل یدکی مورد نیاز خودشون رو با ارز دولتی به اصطلاح تهیه کنن، جلوی اجحاف، چپاول، جلوی دزدی هایی که ماموران راهنمایی یا رانندگی، یا جلوی تبعیض هایی که ماموران رو به اصطلاح در پایانه ها و مراکز بارگیری از رانندگان به اصطلاح اخاذی میکنن بگیرن، برای امنیت در جاده ها مبارزه میکنن، خواهان این هستن که شرایط کاریشون به عنوان شرایط کاری سخت و به اصطلاح سنگین به حساب بیاد، از آینده و تامین اجتماعی روشنی برخوردار باشن، دارای بیمه های درمانی باشن که درمان مناسبی رو بتونه برای رانندگان و خانواده هاشون تامین بکنه، و در یک کلام همونطوری که خودشون گفتن، دردشون درد مردم در جامعه است، درد توده کارگر، درد مردم زحمتکش در جامعه هستش که جامعه رو در آستانه تحولات سیاسی اجتماعی عظیمی قرار داده و رانندگان تونستن با قدرت به میدون بیان. اگر به این به اصطلاح بخش از طبقه کارگر نگاه بکنید، متوجه میشید که بخش خدمات، به اصطلاح در بخش خدمات فعالیت میکنن و نقش مهمی در جابجا کردن محصولات تولید شده توسط طبقه کارگر یا خریداری شده از کشورهای دیگه از یک نقطه به نقطه دیگه دارن. اکثریت عظیم کالاهای تولید شده در جامعه ایران توسط رانندگان به اصطلاح جابجا میشه و از مبدأ به مقصد منتقل میشه. شرایط کاری ناامن و به اصطلاح ناایمن و مخاطراتی که زندگیشون رو تحمیل میکنه و اینا با حقوق زیر به اصطلاح حداقل دستمزد دارن زندگی میکنن. متوسط درآمد این رانندگان چیزی حدود 1,000,000 هست که 1/5 بنا به استانداردهای حتی خود حکومت آدمکشان جمهوری اسلامی زیر فقر است. این بستر عمومی هستش که رانندگان بهش دست زدن و خواستار حمایت بخش‌های مختلف جامعه از اعتراض و اعتصاب خودشون هستند.
ویژگی هایی داره که حتما بهش میتونیم بپردازیم و واقعا همونطوری که شما اشاره کردین چشما و نظرات رو در جامعه به این اعتصاب قدرتمند دوخته شده. خب راجع به ویژگی‌هاش اجازه بدین صحبت بکنیم. مسئله به خصوص در ارتباط با مسئله تشکل‌یابی، مسئله تشکل‌یابی یه مسئله خیلی مهمیه در بین رانندگان کامیون. منتها نکته جالب اینه که اینا به چه شکل و به چه اهرمایی تونستن متصل بشن که اینقدر با یه تشکل خیلی بالای خودشون رو در سطح جامعه ظاهر بکنن. ببینید در درجه اول خود نفس این که چنین اعتصابی باید بر طبق آماری که اعلام شد در حدود 320 شهر در کشور در حال جریان هست، یک واقعه مهم در جنبش کارگری در ایران در جنبش اعتراضی هستش. معمولا ما شاهد این بودیم که تشکل کارگری، تشکل اعتراضی در محیط هایی که کارگران و توده به اصطلاح کارکن در کنار هم هستند، شونه به شونه هم میسابن، از بغل هم بودن قدرت میگیرن و میتونن در پس مجمع عمومی خودشون اعتراض خودشون رو بیان کنن، به سادگی صورت میگیره یا ساده تر صورت میگیره. اما در بخشی که کارگران به اصطلاح بعضن به غیر از مقاطعی منفرد هستن، ایزوله هستن، تنها هستن و دارن کار میکنن و رانندگان کامیون بخش اعظم وقت خودشون رو در جاده ها باید با کمک راننده به اصطلاح طی بکنن و بخش معین یا محدودی در پایانه ها هستن و یا در مراکز بارگیری هستن یا مراکز تخلیه بار هستن، تونستن یه چنین اقدام هماهنگ گسترده و در این حال مدرن و امروزی با سنت های به اصطلاح اعتراضی در جوامع پیشرفته رو به پیش ببرن. 320 شهر در جامعه ایران رانندگانش اعتراض کردن علارغم تمهیدات جمهوری اسلامی، علارغم خط و نشون کشیدن ها و به اصطلاح تلاش برای ارعاب و رجزخوانی های بخشی از سران قوه به اصطلاح قضاییه و مجریه که ما حتی اعدام میکنیم. اما این رانندگان استوار ایستادن و برخواستای خودشون پافشاری میکنن و هر کجا که ما تشکل اعتراضی رو میبینیم که فرای یک حرکت خود به خودی و خودجوش و لحظه‌ای هست، نتیجتاً باید به نقش سازمانده، به نقش رهبر کارگری، به نقش سازماندهان کارگری، به نقش مجامع عمومی و به نقش ارتباطات ویژه و گسترده و همگانی که وجود داره بین توده عظیمی که به اصطلاح در حال اعتصاب و اعتراض هستند. ما شاهد این هستیم که در ایران نزدیک به 600 هزار راننده کامیون وجود داره که بخش قابل ملاحظه از اونها در این اعتراض شرکت کردن و این یک دستاورد به اصطلاح چشمگیر در تحولات سیاسی است. به نظر من به نقاط ویژه‌ای که بررسی می‌کنیم باید به نقش میدیای اجتماعی اشاره بکنیم که امروزه به مثابه یک ابزار برای هماهنگ کردن اعتراضات کارگری، اعتراضات اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیره. و این ابزاری نیستش که جمهوری اسلامی قدرت سانسورش غیره بتونه به سادگی سرکوبش بکنه و یا کسانی رو که ازش استفاده میکنن از اون محروم بکنه. هرچند تلاشای خودش رو میکنه، هرچند به اصطلاح تعرض دست اندازی خودش رو میکنه. علاوه بر اون باید به قدرت عمل رهبران کارگری در اینجا اشاره کرد. شاید این رهبران برای من و شما ناشناخته باشن، اما مسلما برای توده کارگری که دست به اعتراض میزنه، بیش از دو هفته در اعتراض به سر برده، این دور سومی هست که دست به اعتراض داره میزنه، اینا شناخته شده هستن، اینا رهبرانی هستند که مورد اعتماد توده های کارگر هستند و حرفشون و قدرت بیانشون، قدرت اقناعشون، قدرت و جذبه‌ای رو که به هر حال در پروسه مبارزاتی به دست آوردن، توده کارگر رو متقاعد میکنه که زیر این پرچم اعتراضی به خط بشن. ویژگی های اینو شما اشاره کردین، تشکیل صندوق اعتصاب، سنتی که ما عمدتاً در جنبش های کارگری پیشرفته در سطح اروپا و آمریکا مشاهده میکنیم، یا برفاس شورای هماهنگی اعتصاب که بر مبنای یک حرکت شورایی جمعی بر مبنای اراده اکثریت توده شرکت کننده در این اعتصاب دارن تصمیمات خودشون رو به پیش میبرن و با تمهیدات جمهوری اسلامی آگاهانه و قدرتمند مبارزه میکنن. به نظرم این اهرم‌هایی هستن که از ویژگی های قدرتمند بودن این اعتراض هستن.
میتونن همدیگر رو مطلع کنن، مطلع نگه دارن، اعتماد به رهبری اعتراض کارگری وجود داره، رهبری این اعتراضات تونسته اعتماد توده های کارگر رو جلب کنه، سیاست های روشنی دارن، تلاش کردن بخش های مختلف جامعه رو به حمایت از اعتراض خودشون به اصطلاح جلب بکنن، اعلام کردن که دردشون درد مشترک مردم در ایران هستش، خواهان حمایت به اصطلاح توده های مردم از اعتراض خودشون شدن، صندوق اعتصاب تشکیل دادن، شورای هماهنگی اعتصاب تشکیل دادن و دارن قدرتمند به پیش میرن و این یک واقعه به نظر من مهم در تحولات سیاسی هست که نشون میده طبقه کارگر میتونه قدرتمند به میدون بیاد، میتونه متحدانه عمل بکنه، چنانچه ابزار اعتصاب و اهرم اقتصادی خودش رو در دست بگیره و دارای رهبرانی باشه که قدرت سازمانگری و به میدون کشیدن رو دارن و از ابزار امروزه سازماندهی اجتماعی بهره‌مند میشن به طور بهینه، میتونه قدرت بخشی از قدرت طبقه کارگر رو به نظرم به نمایش بذاره و این پرشکوه میتونه سرآغاز اقدامات اینچنینی باشه و از نقطه نظر ما باید سرآغاز تحولات عظیمتری توسط طبقه کارگر و کمونیست در تحولات سیاسی جامعه باشه. خب علی جوادی، اینا به شکل فردی رانندگان کامیون دارن کار میکنن، ولی از یه طرف دیگه ما میبینیم که شورای هماهنگی اعتصاب رو شکل دادن. این نکته بسیار جالبه، چجوری تونستن در حالی که شکل کارشون به شکل فردیه به شورای هماهنگی اعتصاب تکیه بکنن و شورای هماهنگی اعتصاب رو شکل بدن؟ به نظرم به قدرت ابزار میدیای اجتماعی متوسط متکی شدن، به قدرت به اصطلاح با هم بودن در مراکز تخلیه و مراکز بارگیری و پایانه ها متکی بودند و اینقدر از اعتماد به اصطلاح اجتماعی این رهبران برخوردار بودند که تونستن در سطح سراسری در این حال اقدامات روشنی انجام بدن، بر الگوهای تشکل و مبارزاتی متشکل شدند که به سادگی ضربه پذیر نیست، متکی بر اراده مستقیم رانندگان یا توده کارگری هست که در این اعتراض شرکت کردند و تونستن اقدامات ویژه‌ای رو برای پیشبرد اعتراض در دستور قرار بدن که اقداماتی هست که پیشرفته ترین صفوف اعتراض کارگران خدمات در سطح جهانی انجام میده، رژه برفرض کامیونداران، اعتراض که بیش از مثلا در چندین شهر در جامعه ایران حدود چند صد تر از کامیونداران به رژه به اصطلاح رفتن، بنرهای حمایتی به روی کامیونهای خودشون نصب کردن و اقدامات اینچنینی با مردم گفتگو کردن، با سایر بخشای جامعه پیام دادن، پیام گرفتن و به نظرم تونستن یه سنت بالا و مدرن و امروزی رو برن. چرا تونستن؟ شاید اینکه به خاطر اینکه از سنت‌های مبارزاتی طبقه کارگر در سطح جهان بهره‌مند شدن. ببینید تصور عمومی از طبقه کارگر در جامعه ایران تصور عقب مونده است. تصور اینه که کارگر رو یا برفرض کارگر خدمات رو در بخش کارگر میبینه که بیاد برفرض خونمون تیغه بکشه یا آجر بالا بندازه میبینه. یه طبقه کارگر خداگاه، طبقه کارگر دانش آموخته، طبقه کارگری که به سنت‌های مبارزاتی برای رسیدن به اهداف خودش به اصطلاح آشنا هست تصور نمی‌کنه. طبقه کارگر رو با سنت روستایی و سنت روستامنشی به اصطلاح نگاه می‌کنه، نه طبقه کارگر صنعتی مدرن امروزی که بعضن متوسط سطح تحصیلات درشون میتونه لیسانس باشه، میتونه بالاتر از دیپلم باشه، فوق دیپلم باشه و بالاتر از اون با قدرت سنت مبارزاتی کارگری در سطح جهان دارن به پیش میرن. بی جهت نیست که مشاهده میکنیم که اتحادیه کارگران حمل و نقل در سطح جهانی از این کارگران دفاع میکنه، اتحادیه کارگران در کانادا، در استرالیا، بعضی از اتحادیه کارگری در آمریکا، در ویرجینیا از این اعتراض دارن حمایت میکنن، چرا که این اعتراض از جنس اعتراض خودشونه، با سنت اعتراض خودشونه، بخشی از طبقه خودشونه که دست به اعتراض زده. خب علی جوادی، نکته دیگه که اینجا مطرحه، میبینیم که رژیم رو تونستن رانندگان کامیون به بهترین شکلی عقب بزنن در ارتباط با اینکه
اعتصاب خودشون رو هرچه بیشتر گسترش بدن و پیش ببرن. در مقایسه اولا اینکه چه دلیلی باعث شده که فکر میکنیم که این اعتصاب تونسته رژیم رو عقب بزنه؟ به عنوان نمونه اگه ما مقایسه بکنیم با جنبش های اعتراضی دیگه، مثلا جنبش معلمان علارغم این که تو دوره جدید بیش از 5 سال تجمعات و اعتراضات مختلفی رو شکل دادن، ولی کماکان خواستایشون پابرجاست و نتونستن به خواستایشون دسترسی داشته باشن، ولی میبینیم که رانندگان کامیون رژیم رو به عقب میزنن. شما فکر میکنین نقطه قوت و کلیدی قدرت رانندگان کامیون در عقب زدن رژیم چیه؟ در درجه اول حضور قدرتمند بخش وسیعی از رانندگان کامیون و این بخش از کارگران در اعتصابی هستش که صورت گرفته و این دور سوم اعتصاب هستش. تمرین های اولیه را انجام دادن و با قدرت بیشتری به میدون اومدن و در درجه دوم باید به نقشی که این کارگران در به اصطلاح خدمات در جامعه، ارائه خدمات و توزیع کالاها در سطح جامعه ایفا میکنن اشاره کرد و قدرت اهرم اقتصادی رو که در دست دارن و اون ابزار رو به میدون آوردن، ابزار به اصطلاح خواباندن توزیع محصولات و کالاها در سطح جامعه که بخش وسیعش توسط رانندگان کامیون از نقطه الف به نقطه ب به اصطلاح منتقل میشه و این قدرتمندی هستش که بهشون اجازه میده که بتونن رژیم رو وادار به عقب نشینی بکنن. مسلما در بررسی سیاسی و اقتصادی این اعتراض هنوز جا داره که ما بیشتر ببینیم که به کجا می انجامه. شاید به تمام اهداف اقتصادی خودشون نرسن، اما تا همین جا مستقل از اینکه نتایج اقتصادی این اعتراض چی باشه که باید رژیم رو وادار به عقب نشینی بیشتر بکنن، این هستش که تونسته توجه ها رو، چشم ها رو به طرف این اعتراض جلب بکنه، تونسته مهر خودش رو بر مبارزات کارگری برای آزادی، برابری، رفاه و سعادت انسان ها در جامعه بزنه، نشون داده که با قدرت متحد کارگری میتونیم در مقابل رژیم جمهوری اسلامی بایستیم، نشون داده میده که کارگران میتونن رهبر اعتراضات جامعه بشن و به رهبر اعتراض تبدیل بشن و خاطره اعتراض کارگران صنعت نفت رو در اذهان زندگی میکنه که مردم فریاد میزدن کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما، و ما میبینیم که اینجا رانندگان کامیون دارن با قدرت اعتراضی خودشون اون رهبری سرسختی رو شاید حداقل در نطفه های خودش دارن به نمایش میذارن و این دریچه‌ای میتونه باشه که قدرت عظیم طبقه کارگر چنانچه با سیاست‌های رادیکال آزادی خواهانه به میدون بیاد، برابری طلبانه به میدون بیاد، میتونه نقش بسزایی در سرنوشت جامعه ایفا بکنه و این به نظر من شورانگیزه، به نظر من به هیجان آورنده است و میتونه چشماندازی از آینده روشنی باشه برای تحولات سیاسی در جامعه. خب علی جوادی، در ارتباط با همین مسئله صحبت بکنیم، مسئله نقش این اعتصاب در جامعه، در فضای سیاسی جامعه. آیا این نقش صرفا معطوف به یه مبارزه یه که برای دسترسی به خواست اقتصادی مطرحه و یا فکر میکنین فراتر از این مسئله این اعتصاب نقش خودش رو، مهر خودش رو در فضای سیاسی جامعه خواهد زد؟ مسلماً به نظرم علاوه بر خواستهای اقتصادی روشنی که در دستور این رانندگان کامیون قرار داده شده و اعلام شده، تأثیرات سیاسی بسزایی روی تحولات جامعه میذاره. اگر به تحولات اخیر جامعه نگاه بکنیم، خیزش مردم در شهرهای مختلف در دیماه، خیزش‌های اعتراضی و گسترده در تابستان، بعضن این اعتراض در ادامه این اعتراضات هست که داره میاد جلو و میتونه این نشون بده که سنت اعتصاب کارگری، به میدون آوردن اهرم اقتصاد و قدرتی که طبقه کارگر در اقتصاد داره و به اصطلاح بازنگه داشتن چرخهای حرکت اقتصادی در جامعه و فلج کردن حکومت جمهوری اسلامی، راه مؤثر و گام مهمی برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. چنانچه این اعتصابات پیکره جامعه رو دربر بگیره، بخشای مختلف کارگران به میدون بیان، کارگران صنعت نفت، کارگران اتومبیل سازی، خودروسازان، کارگران راهن،
معلمان، پرستاران و غیره، رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه با تمام ید و بیضا و قدر قدرتی نظامی خودش قادر نخواهد بود در مقابل این عظمت، در مقابل این قدرت ایستادگی بکنه. و همینجا باید درود فرستاد به رانندگان کارگر، به این کارگران بخش خدمات که تونستند به اصطلاح تلیه هایی از یک مبارزه قدرتمند رو نشون بدن. و به نظر من این مسئله میتونه سرآغاز تحولاتی باشه که طبقه کارگر به مثابه ناجی جامعه، به مثابه رهبر جامعه، به مثابه رهبر اعتراضی برای پایان دادن به فقر و فلاکت و استثمار و نابرابری مهر خودش رو بر این تحولات بزنه. و این به نظر من کاملا نقطه مهم سیاسی هستش که در این اعتراضات علاوه بر خواستای روشنی که به لحاظ اقتصادی کارگران به دنبالش هستن داریم میبینیم و مشاهده میکنیم. تا کنون تعداد زیادی بازداشت شدن و مطابق آمارهایی که منتشر شده بیش از 240 نفر از رانندگان اعتصابی بازداشت شدن. فکر میکنیم که آیا این بازداشت ها میتونه اعتصاب رو به عقب بزنه و مانعی بر سر پیشروی اعتصاب به وجود بیاره؟ ببینید، مسلما جمهوری اسلامی تلاش داره که با هر قدرتی که داره بیاد اینا رو سرکوب بکنه. انواع توطئه، انواع دسیسه، از اینکه اعتصاب شکست خورده، از اینکه اعتصاب متوقف شده، از اینکه رانندگان کامیون دیگه اعتصاب خودشون رو پایان دادن، شایعه، پراکنی، دروغ، انواع حیله های مزورانه که در آستین این حکومت اسلامی هست و به کار بردن، موفق نشدن تا کنون. بیش از 240 نفر رو دستگیر کردن، تهدید به اعدام کردن، رجزخوانی کردن. علارغم این رانندگان کامیون گفتن ما اعتراض خودمون رو با قدرت ادامه میدیم. صندوق اعتصاب تشکیل دادن برای کمک به خانواده های اعتصاب کنندگان که یک اقدام مؤثر و روشن برای پیشبرد و پیروزی رسوندن امر اعتصاب است. در تا همینجا جمهوری اسلامی علاوه بر سیاست سرکوب خودش در این حال عقب نشینی هایی رو هم به اصطلاح انجام داده، وعده و وعید هایی هم داده که باید اینو دید. وعده و وعید های جمهوری اسلامی به حال سیاست جمهوری اسلامی این هستش که سرکوب بکنه، اما مسئله اینجاست که قدرت اعتراضی کارگران میتونه چنانچه حمایت بخش های مختلف دیگر رو از خودش به دست بیاره و داشته باشه، رانندگان دستگیر شده رو آزاد کنه، برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اعتراضات کارگری فعالیت و اقدامات روشنی را انجام بده. به هر حال اون چیزی رو که باهاش مواجه هستیم اینه که رژیمی که عربده میکشید، قدر قدرتی میکرد، در مقابل این رانندگان اعتراضی بعضن زانو به زمین زده و بعضن عجز و لابه میکنه، بعضن تهدید میکنه، عربده میکشه، تیغ میکشه، اما این اعتصاب علارغم این تعرضات همچنان قدرتمند در میدان مبارزاتی حاضر هستش و ما شاهد پیشرویهاش و سنت گذاریهاش در جنبش کارگری در شرایط حاضر هستیم. شما تو صحبتاتون اشاره کردین در ارتباط با اهمیت بخشای دیگه کارگری از این اعتراض و به این نکته اشاره کردیم که خود رانندگان کامیون، رانندگان اعتصابیون کامیون در خواستای اعتصابشون به این نکته اشاره کردند که ما خواستمون از این خواست شما هاست، مبارزمون جنسش این مبارزه شما هاست. فکر میکنین اهمیت بخشای دیگه کارگری، حمایتشون از این اعتراض چقدر میتونه در پیشروی این اعتراض نقش داشته باشه؟ مسلما نقش بسزایی میتونه داشته باشه و همین الان شاهد این مسئله هستیم که تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تفرقه افکندن میان بخش‌های مختلف اعتراضی در جامعه و جامعه نتونسته در مقابله با اعتراض کامیونداران و رانندگان کامیون موفق بشه. این رو شاهدش هستیم. مسلما اگر بخشای دیگه طبقه کارگر، دانشجویان، پرستاران، معلمان، بازنشستگان، زنان بتونن به اشکال مختلف حمایت خودشون رو از این اعتراض به اصطلاح اعلام بکنن، به صفوف این اعتراض به هر صورتی که ممکنه بپیوندن، کمک بکنن، به صندوق‌های اعتصابی
به اصطلاح رانندگان کامیون کمک بکنن، با شورای هماهنگی اعتصاب رانندگان کامیون بتونن ارتباط برقرار بکنن و بتونن به مثابه به این اعتراض به مثابه یک اعتراضی که میتونه در مقام و مکان رهبری کننده اعتراضات حاضر قرار بگیره نگاه بکنن، ما شاهد پیشروی های بسیار بیشتری خواهیم بود. مسلما این پروسه ای هستش که پروسه پرپیچ و خمی هست، پروسه آسانی نیست. ما در مقابل یک رژیم آدم کش قرار گرفتیم، اما اون دوران گذشته، اون دوران توحش جمهوری اسلامی که قتل عام میکنه گذشته، جمهوری اسلامی در عجز و لابه و در شرایطی قرار داره که بعضن زانو زدنش رو در مقابل جامعه داریم مشاهده میکنیم و این اعتراض داره این اشکال ویژه مبارزه رو به نمایش میگذاره. من فکر میکنم مسلما هر درجه حمایت بخشای مختلف طبقه کارگر میتونه به این اعتراض قدرت ببخشه، اعتراض قدرتمند بکنه. هر درجه پیشروی رانندگان معترض، پیشروی کل طبقه کارگر، پیشروی مردم بر علیه جمهوری اسلامی هست. یک پیروزی اینچنینی سرآغاز پیروزی‌های بزرگ بعدی میتونه باشه. علی جوادی، وقت زیادی نداریم، ولی به عنوان آخرین سوال، ما با اعتصاب سراسری کارگران راهن مدت پیش روبرو بودیم و الان هم با اعتصاب سراسری رانندگان کامیون که یک نقطه عطفی هست، فکر میکنین زمینه اعتصاب چقدر، اعتصاب سراسری چقدر فراهمه برای جنبش کارگری و جنبش معلمان؟ ببینید، کلمه اعتصاب سراسری توی صحبتهای شما کلمه کلیدی بود، سراسری. و اینجا میبینیم که کارگران راهن سراسری به میدون میان، بعضن معلمان سراسری به میدون میان، بعضن در کردستان شاهدش هستیم که بخشای وسیعی از جامعه دست به اعتراض سراسری در مقابل جمهوری اسلامی میزنند. رانندگان کامیون علارغم پراکندگی در اقصا نقاط جامعه سراسری به میدون میان. کلمه کلیدی سراسریه، کلمه کلیدی اتحاد و همبستگیه، کلمه کلیدی رهبریه، کلمه کلیدی شوراهای سازماندهی رهبری هستش. و مسئله اینجاست که زمینه های سیاسی اجتماعی گسترده‌ای وجود داره. مسئله بر سر رهبری در صفوف جنبش کارگری هست. به چه میزان رهبران عملی و مورد اعتماد توده های کارگر این مسئله رو مسئله تبدیل به سیاست و تلاش روزمره خودشون میکنن، به چه میزان کارگران نیشکر افتکپه، کارگران پالایشگاه، کارگران به اصطلاح اصلویه، کارگران خودروسازی، اتومبیل سازی، ماشین سازی، تراکتور سازی، کارگرای بخشای مختلف میان به اصطلاح و میگن سراسری در مقابل جمهوری اسلامی میستن. امروزه قدرت تشکل فرا به اصطلاح منطقه‌ای فراهمه. ابزار میدیای اجتماعی این امکان رو به کارگران میده که کارگر در تهران با کارگر در اصلویه، با کارگر در اهواز، با کارگر در نیشکر هفت‌تپه و یا سایر بخش‌ها در ارتباط قرار بگیره. نتیجتاً شرایط اجتماعی و عینی برای پیشبرد یک مبارزه سراسری است. مسئله برمیگرده به انجام سازماندهی و رهبران عملی که بتونن این امر رو به پیش ببرن و به جلو بیان. ما سرآغاز این پروسه رو دیدیم. امیدوارم، خوشبینم، اعتراضات واقع جامعه این خوشبینی رو ایجاد کرده که ما اعتراضات گسترده تری رو به شاهدش باشیم. یه نکته هم شاید قابل توجه باشه، اعتصابی است که به اصطلاح اعتصاب بازاریان ازش اسم میبرن. اون چیزی که این بخش از جامعه رو که جزء بخش مرفه جامعه هست و به اصطلاح همیشه پایگاهی یا یک پایگاه حکومت جمهوری اسلامی بوده به اعتراض در مقابل حکومت جمهوری اسلامی وادار کرده، فضای سیاسی هست که با اعتراضات گسترده کارگران و مشخصا اعتراض رانندگان کامیون ها در جامعه به وجود اومده و این شور و شوق و التهابی رو که جامعه رو فرا گرفته، حتی بخش هایی که بعضن زینف در حفظ حاکمیت سرمایه و استثمار هستن رو برای اینکه این وضعیت به اصطلاح
کاشانه‌شون رو به آتش نکشه به میدون کشیده که بتونن با جمهوری اسلامی تعیین تکلیف کنن تا به اصطلاح قبل از اینکه دیر شده باشه. اینا برای اهداف اقتصادی خودشون اومدن، اما فضای سیاسی جامعه چیزی رو بهشون تحمیل کرده، چیزی رو بهشون نشون داده، رو سیاه روی دیوار نوشته که جمهوری اسلامی رفتنیه، اینام دارن اینو میبینن. این تاثیر اعتراضات قدرتمند رانندگان کامیون، رانندگان راه کارگران راهن و سایر بخش‌های معترض در جامعه هست. از طرف برنامه تلویزیونی برای یک دنیای بهتر دست همه رانندگان اعتصابی کامیون رو میفشاریم و برایشون آرزوی موفقیت در پیشبرد موفقیت آمیز اعتصابشون داریم. علی جوادی با تشکر از شما. با تشکر از شما و با آرزوی پیروزی این اعتصاب که بتونه سرآغاز اعتراضات سراسری، سرآغاز سازماندهی اعتراضات در شوراهای سازماندهی اعتراضات باشیم تا بتونیم یک بار برای همیشه با حکومت آدمکشان، با فقر و نابرابری و استثمار و ستم در جامعه تعیین تکلیف کنیم و بر ویرانه های جمهوری اسلامی یک حکومتی مبتنی بر آزادی، برابری، رفاه، سعادت انسان ها، یک جمهوری سوسیالیستی رو مستقر کنیم.